انتقام حملات خونین اخیر در کابل. وزارت دفاع ملی میگوید که آنان طی عملیات‌های انتقام حملات خونین مخالفین مسلح بالای هتل اینترکانتیننتال و مقابل شفاخانه جمهوریت را و سایر حوادث هولناک اخیر در کشور را گرفتند. این وزارت میگوید با توجه به آنچه که رئیس جمهور غنی وعده مبنی بر انتقام گیری از مخالفین مسلح دولت داده بود، آنان توانستند در 20 ولایت در 20 شب گذشته صدها مخالف مسلح دولت را بکشند و یا زخمی ساخته و از میادین جنگ خارج سازند. وزارت دفاع ملی همچنان میگوید که با آغاز بهار عملیات های نظامی در نقاط ناامن و جاهای متمرکز خواهد بود که مراکز مخالفینند. سلام و برنامه بازنگاه خوش آمدین. من نعیم نظری هستم و مهمانان برای بحث بیشتر در این مورد آقای محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع، آقای عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی و حاجی فرهاد صدیقی نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان افغانستان. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای رادمنش، اگر شما آغاز بکنیم در نخست، اجازه بدین تا جزئیات بیشتر بگیریم. مشخصا شما رقمی از تلفات را دارین که در 20 شب گذشته آنچه که وزارت دفاع ملی اعلام کرده قبلا چه عملیات هایی بوده و دستورات های شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب آقای صدیقی و استاد محترم و همه بیننده های محترم تلویزیون شما. ما توسط قطعات زمینی، هوایی و قطعات خاص خود هر شب و هر روز به خاطر که بتوانیم رسالت خود در امر تأمین صلح در افغانستان و مبارزه علیه تروریسم انجام داده باشیم، به ترکیب 10 الی 12 عملیات زمینی و همچنان 21 الی 25 عملیات قطعات خاص و 100 پرواز هوایی که از جمله ازیا 10 تا 13 حملات ضربوی است بالای موازی دشمن، پرسونل، تجهیزات، سلاح و وبسایت دشمن. و با این فعالیت های محاربوی که در ولایات بدخشان، کندوز، تخار، فاریاب، جوزجان، هلمند، فرا، اورزگان، غزنی، قندهار و ننگرهار انجام شده، به ده ها افراد دهشت افغان که مصروف فعالیت های تروریستی به خاطر به تهدید کشاندن مردم و جامعه ما و همچنان کشف مقادیر زیاد سلاح مثلا در ولایت غور، پکتیا، پکتیکا و ننگرهار انجام شد که توسط قطعات دفاعی و امنیتی افغانستان ما توانستیم از فعالیت های زیادی که به منظور انتحار و عملیات های تروریستی تعبیه و به داخل افغانستان آورده می شد جلوگیری کردیم، کشف کردیم. شما رقم مشخصی از تلفات جانب مقابل را دارین؟ خب به هر صورت هر روز ما تلفات را به رسانه ها و تلویزیون شما ارائه میکنین که از اما گپ از انتقام است. خب به مو مقدار که متاسفانه ما در حوادث اخیر کشته دادیم، باید اگر رقم مشخصی موجود باشه برای از اینکه حداقل اقناع جمعی به دست بیاید. ما در طی همین 20 روز اضافه از 300 گروپ دهشت افغان به اضافه تعداد 30 قماندانان دهشت افغانان به حدود 20 فابریکه ماینسازی و فابریکاهای پروسس مواد مخدر که شما هم شاهد هستین در تشکر. هلمند، بدخشان، فرا، بادغیس، کندوز و فاریاب و جازجان تشکر. خبر دارن که در زابر میگفتن محل آرایش داعش است، ولی ما داعش رو در اونجا تارمار کردیم و در میان کسایی که کشته شده گفته شده که افراد خارجی هم حضور داشته، درست است؟ یقینا که تشکر. اکثر از یا افراد خارجی هستن که از بین برده شدن و در کندوز هم به این شکل تعداد زیادی از قماندان های از بین رفتن و این پروسه در چوکات عملیات های محاربوی در سر تا سر جاهایی که تهدیدات متوجه دولت و مردم ماست ادامه دارد. تشکر آقای امرخیل.
آنچه که در واقع یکی از کلانترین دلایل برای حملات اخیر و فعالیت‌های محاربی اخیر وزارت دفاع ملی خوانده میشه، بحثی است که اینا میگن ما انتقام حملات اخیر از مخالفین مسلح گرفتیم. آیا برای شما به عنوان یک نظامی او اعمالی که در واقع صورت میگیره، حملات کلان و خونی که صورت میگیره و باز در مقابلش به عنوان ریاکشن اینا میگن در واقع انتقام، قابل پذیرش است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما. سلام. جناب عزیز مرادمندی صاحب، جناب وکیل صاحب، همکاران تخنیکی شما و بینندگان بسیار عزیز تلویزیون شما سلام تقدیم میکنم و شب بخیر برشان میگم. من یقینی کامل دارم، تاییدم میکنم که وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی فعالیت‌های نظامی خود در این زمستان نسبت به زمستان‌های دیگر منسجم انجام میدن و تا جایی که تعقیبم کردیم فعالیت‌های خود انجام میدن. ولی شعارهای مانند انتقام ای به یک نظامیش نمیرد، به خاطر اینکه نظامی وظیفیش هست، وزارت دفاع وظیفیش هست که دشمن از بین ببره، قلقم کنه و بالاخره برای مردم خود آزادی رو به بار بیاره، برای مردم خود امنیت رو به بار بیاره. اگر موضوع سر انتقام باشه پس مسئله ختم شد. میگه انتقام گرفتن خلاص شد، دیگه چیزی باقی نمانده. خب به هر صورت یک گپ احساساتی است که رئیس به جمهور زده، این هم علامت نیستن، گپ از او است و ضرورتم نبود که چنین گپ به زبان بیاره، به خاطر از اینکه جنگ جنگ چریکی است، جنگ گرولایی است و ای خاتمه نداره، به خاطر از اینکه کشور بزرگ پاکستان همیشه اینو هر قدر که بکشی او تمویلش میکنه، هر قدر که از بین ببری کشورهای وجود داره که رو تمویل میکنه و با وجود میره. اینا هستن بنان یگانه وظیفه که نظامی های ما دارن و اجرا میکنم. از این خاطر ما گفتم، نه از خاطر جنرال صد نمیگم، این یک واقعیت است که جنگ دوامدار، تعقیب دوامدار، تعرض دوامدار و دشمن همیشه زیر فوکس آوردن، ابتکار جنگ به دست گرفتن، اونا را از بین بردن است. اینا وظیفه شان است. تشکر. و پلان میکنن، پلان های خود به می اساس پیش میبرن و پیش میرن. و باز تکرار میکنم که شعارهای مانند ازی که انتقام میگیریم، انتقام از این مردم شما گرفتم نمیتانید، به خاطر ازی که تو صد نفره که بکشی، هزار نفره که بکشی، و فامیلی که تیه کسی خود از دست داده او زنده نمیشه. تشکر. ولی چیزی که بسیار مهم است برای ما این است که ما به مردم خود ابلاغ بکنیم که مردم، ما با شما هستیم، شما با ما باشین، ما بر دفاع شما به هر نوع فداکاری حاضر هستیم. تشکر. هر نوع فداکاری نمی کنیم. تشکر. حالاتی را که در کابل آمده حالات دشمنانه هست، دشمن مکار هست، امکان داره دیگه هم آخریش نیست که آخری باشه. ممکن تشکر. در سال آینده چند روز پاش وسیپی دیگه بیا، پس هر دفعه ما پشت انتقام بریم یا وظیفه خود انجام بدیم. تشکر. ما یقینی کامل دارم که اینا فعالیت کردن درست است. در این زمستان جنگ شدیدتر بودن نسبت به کل زمستان ها. تشکر. کاملا. ولی اینی مسئله هست که در نظامی چنین واژه نیست. آنچه که به عنوان عملیات های جدیتر و شدیدتر از جانب وزارت دفاع ملی به خاطر امو اصطلاح انتقام را که رئیس جمهور استفاده کرده گرفته شد، در واقع دوام امو حملات خونین اخیر در کابل است که اینا میخواستن انتقامش را بگیرن. به شما به عنوان نماینده مردم چیزی که گفته میشه و حداقل می آمار اخیری که داده میشه به عنوان انتقامی که باید به خاطر خون مردم افغانستان گرفته میشد، قابل پذیرش است؟ بپذیرین که واقعا این اقدام تانست که در واقع تسلای بر دل مردم باشه و یا راه خوب باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر جناب استاد بزرگوار رادمنس بینندگان تلویزیون شما. قراری که ما در بین مردم هستیم و نظریات مردم هم میبینیم، مردم خواستای بسیار به این خواستایی که شو به این عملاتی که انجام شده، گرچه این عملات قابل قدر است، اردوی ملی ما را قدر میکنیم، نیروهای امنیتی ما را که امروز توانستن
چندین جای چندین بخش عملیات انجام بدن تا تروریست‌ها را از بین ببرن، اما مردم از این ناحیه در حراس هستند که کابل پایتخت افغانستان است، یکی که باید پایتخت افغانستان امنیت شود و همیشه مردم در یک صلح و صفا زندگی بکنند. شما ببینید هر لحظه هر دقیقه گای از طریق سفارت امریکا پخش میشه که شهر نو مورد حمله قرار میگیره و قلعه فتح الله مورد حمله قرار میگیره و سرک دارالامان، هر لحظهش مردم انتظار یک حادثه را میکشند. ما به نظر ما قسمی که مردم در نظر دارن عملیات ها قابل قدر است، مگم باید عملیات ها جایی که ما میبینیم، فرض مثال بدخشان یک ولایت کوهستانی است که رایش به چترال به اکمالاتش با دشمن با پاکستان بند است، باید عملیات در بدخشان به صورت جدی و انجام داده شود که فعلا دشمن هیچ اکمالات نداره، نمیتونه اکمال شده، دشمن جای فرار نداره، زمستان است و همه جای یخبند است و برفباری است. بدخشان به نظر من فعلا میتونه حکومت افغانستان که تصفیه کامل بکنه و یک برای چترال هم که به دست مخالفین است پوسته بندی بکنه، رای که از اوج اکمالات میشه دشمن او را مسدود شود، مردم بدخشان در ساحه هم زندگی میکنند. صدیقی صاحب، شما طور صحبت میکنید که در واقع یعنی یک نحو نگرانی نزد شما وجود داره که احتمال داره این عملیات ها درست تعقیب نشه و تا آخر رسانده نشه. عملیات ها منظور ما است که عملیات ها تعقیب شود و در پالی از این که تعقیب میشه، من مثال دادم بدخشان امروز زمینه بسیار خوب، جنرال صاحب حضور داره استاد است، زمینه بسیار خوب برای عملیات بر بدخشان مساعد است که بدخشان یک ولایت کوهستانی است و هوا سرد است، همه جای یخبندان است، راهای چترال هم بسته است، نمیتونن دشمن اکمال بکنه. وزارت دفاع ملی باید تجمع و فشار زیاده بالای بدخشان فشار بیاره تا دشمن پاک شوه و دشمن فعلا زمینه برش مساعد نیست که اکمالات بکنه و مجال فرار هم نداره و بهترین شرایط برای ما مساعد است و از اوجه شاید بسیار دستاوردان داشته باشیم، اسیرهای خارجی هم بدست بریم و بفهمیم که اکمالات از کجاست و بعضی موضوعات دیگه هم که باشه از اونجا افشا شد. سپاسگزار رادمنش صاحب. یکی از انتقاداتی است که بحث تقویت و اکمالات واحدهای نظامی همیشه مورد انتقاد بوده، یعنی امو پروسه که جا افتیده، در واقع زمانی که حملات صورت میگیره یا عملیات های میشه یا دشمن به نحو وارد عمل میشه، شما نمیتونین که به اسرع وقت و به درستی اکمالات را انجام بدین. آیا در سیستم اکمالاتتان تغییرات در حال حاضر آمده یا یکی همون سیستم فرسایشی است که زیاد مورد انتقاد بود؟ ببینید، در پلانی که ما طی همین زمستان داشتیم و این را تعقیب کردیم و اجرا شده، تعلیم و تربیه، اکمالات، تجهیزات و در این زمان تقویت رهبریت، تأسیسات، اینها در صدر همه برنامه هایی بوده که ما به خاطر تجدید پرسنل وزارت دفاع در امر بهتر ساختن فعالیت های محاربوی ایرا تنظیم کردین، سازمان دادین و اجراعاتی که اکنون در چوکات عملیات میشه، عملیات های ما عملیات های اخلال کننده، محو کننده و در عین زمان تعرض و تحکیم ثبات در اهداف ما گنجانیده شده. ببینید، ما توسط عملیات های محاربوی که انجام میتین و عملیات خاص هم به حمایه ازیاز و قوای هوایی ما هم، ما در امی زمستان ولسوالی خواجه سبزپوش که قبلا دشمن در اونجا دست بالا داشت، ما او رو سرکوب کردیم. فعلا مردم در اونجا به امنیت بهتر زندگی میکنند. شما در ولسوالی در قد دیدین که دشمنان آورده بودن در اونجا یک بازارک ساخته بودن. ما بازارکشه که یک بازارک تبلیغاتی بود. اما بیشتر انتقادات هی است که عملیات ها درست و به گونه جدی تعقیب نمیشه و نتیجه ملموسی که بتونه بعدها باعث ثبات باشه در اونجا برآورده میشه. وقتی که آدم در فعالیت های محاربوی عملا میره و اجراعات میکنه، او فرق داره با ای که آدم بگویه، ولی فرزندان مردم افغانستان همه مسئولیت های اما شما دیدین که آقای صدیقی به عنوان یک نگرانی مسئله را مطرح کردید.
خب نگرانی هست که ما فعالیت های ما رو ببیر انجام میدین. بحث ما سر فعالیت های ما رو ببیر نیست، بحث ما سر از زمان که عملیات ها صورت میگیره نتایج بعد از او درست تعقیب نمیشه. مثلا بارها دیده شده که یک ساعت تخلیه شده ولی دوباره توسط مخالفین مسلح در تصرف شده. این چیزی است که بارها دیده شده. ما میخوایم برای شما بگویم که جاهایی که ما گرفتیم در اونجا حال فعلا زندگی مردم شکل عادی ما دارد. در ولسوالی نادلی قبلا از اولسوالی نادلی تیر شده تا به حوزه دوی لشکرگاه وضعیت بدگی شکل بود، اما حال نادلی در اونجا مردم به شکل خوب و آرامش زندگی میکنند. در اولسوالی مارجا قبلا توسط تیاره ما اکمالات کرده نمیتونستیم، اما حالا قطارهای ما از شوراب میره لشکرگاه، از لشکرگاه میره مارجا را اکمالات میکنند. در اولسوالی ناو زندگی مردم به شکل دیگری هست که حال بازارها و دکانها در همین سه ولسوالی به شکل بسیار خوبش مردم زندگی می‌کنند. یعنی قبلا این مشکلات را می‌پذیرین که وجود داشت؟ قبلا مشکلات وجود داشت. ما به اثر پلان‌هایی که در طول زمستان انجام دادیم و فعالیت‌های محاربه‌ویر که راه اندازی کردیم، ما می‌خوایم محصولش به شما بگم. شما شنیده بودین که گفتند ولایت فرا سقوط می‌کند، ولی نه تنها فرا سقوط نکرد، بلکه ما همین اکنون در ولسوالی بالابلوک، پشترود، ولسوالی اناردره و قلاکا در اونجا فعالیت های محاربوی انجام میشه. ما تانستیم که اون گمرکی که در بین ابو نصر فراهی و تا شهر فرا بود، ما اون گمرک از بین بردیم و در این زمان گمرکی که در ولسوالی خاشرود دشمنان مردم افغانستان به وجود آورده بودن، او رو ما تخریب کردیم. همین اکنون قطارهای ما از نیمروز تا هرات تا کابل و تا لشکرگاه و قندهار ما وارا حمایت کردیم، آمدن و گندم به مردم توزیع شده، ما او را به دولت تسلیم کردیم. شاره‌های افغانستان باز است، بین فاریاب و میمنه، بین میمنه و ولسوالی‌های قیصار راه‌ها بسیار بند، ولی اکنون راه باز شده. شما ببینید ما در ولسوالی وردوج و یمگان فعالیت‌های هوایی داریم. هر روز در اونجا موازه دشمن و سایت دشمن و پرسونل دشمن زیر فشار ما قرار داره. ما اینا رو همه به خاطر زمین سازی برای عملیات میکنیم که ولسوالی وردوج و یمگان را از دشمن آزاد بسازیم. شما دیدین که در ولایت کندوز در دشت ارچی امام صاحب فعالیت های محاربوی به شکل ادامه پیدا. اما شما در حالی صحبت ها را مطرح میکنید که تهدیدات هنوز هم وجود داره، عبور و مرور مردم هم شما میبینید که هنوز هم با مشکلات مواجه هستند، هم در شمال و هم در سایر نقاط شما مطرح کردید. ما متیقین هستم که در زمان ظاهرشاه هم در بعضی راه ها دزدایی بود، مردم را تهدید میکردند، حال هم هست. تشکر. ولی تهدیدات بیشتر به خاطر ازی شده که استخبارات منطقه به خاطر اهداف استراتژیکی کشورشان تروریست ها را از تمام کشورهای دنیا جمع میکنن، تسلیم میکنن، تجهیز میکنن، قرار که استاد گفت دوباره در افغانستان به اکمال پرسنل میپردازن. خب وقتی که شما در مقابله با همینطور یک وضعیت قرار دارین، تهدیدات ناگزیر است. اما سیاست ها در منطقه و دنیا تغییر کرده، استراتژی ایالات متحده آمریکا را هم شما شنیدین. ما امیدوار هستیم که بالای پاکستان فشار ها زیادتر شود، کونا تروریست ها را به کشور ما نفرستند. با مجرد تطبیق همین او یک فعالیت که تروریست ها در اینجا نبیایند، ما متیقین هستیم که در افغانستان وضعیت به طرف ثبات میره. انتقاد هغه نیوکه چې په ملي دفاع وزارت باندې کې کوم عملیاتونه چې ترسره کیږي، هغه نه وروسته هغه لازمه کړنې چې پاستې عملیات باید وشي نه کیږي. یو نمونه دا ده چې ویل کیږي کله چې عملیات ترسره کیږي ساحه تخلیه کیږي، پاست هغه ډیر وختونه کې لیدل شوی دي چې مخالفین مسلح بیا راغلی دغه ساحه نیولې ده. رادمنشته وایي چې زموږ په دغه ژمي کې زموږ اوسني پلانونه دغه مسله رفع کړې ده. آیا تاسو د یو نظامي فساد دلیل په څه ګوري چې عملیاتونه هیڅکله هم اسې ښه نتیجې چې وکولی سي ساحه دایما تخلیه سي نه درلودي؟ بالکل دقیق سوال همدغه ده، او د خلکو تشویش هم همدغه خبره ده. موږ نظامیان عادت هم داده مخکنی جنگون ارزیابی کهو لوسانی سر پرتله کهو او بالاخره نتیجه تری باسو. زمان مشکلات هم دقیقی
من گفتم که قهرمانان زمان گردو، زمان کماندو، زمان نور بودنه یا منطقه نیستی دخمن تختی یا سرکوب کیگی ولی بیر داغ منطقه در لاست ورسی تاسو فکر وکړئ دغه یو ولسوالي دی اچین دی یا لاس د پیتروس لاس په لاس سوی دی همدغسې په ننګرهار کې بعضې ولسوالۍ دي همدغسې په بدخشان کې بعضې ولسوالۍ دي همدغسې نورې دي چې خلک دا وایي چې خلک بې اعتماده په همدغې خبره دي چې عملیات کیږي عملیات منظم نه دي عملیات نتیجه نه لري ځکه سبا بیرته دښمن هلته راغلی ده هلته ځای په ځای سوی ده او خلک یې وزلي دي د خلکو ځین د دې دلیل تاسو په څه ګورئ خامخا دوی غواړي چې هلته هیات دایم د پراته خلي اسي ګورئ دلیلونه یې واقعا شته یو خو داسې ده چې راځئ مونږ دا رښتیا خبره وکړو پټه یې ونه کړو مونږ د امریکا پورې مربوط یاستو زمونږ اکمالات امریکا کوي مونږ ته ډوډۍ امریکا راکوي مونږ ته سلا امریکا راکوي مونږ ته ارمی امریکا راکوي اما دغو نه راکوي چې مونږ یې همیشه احتیاج اوسو او هره ورځ یې احتیاج اوسو ما بله ورځ وزیر صاحب داخلي ته مخامخ ویلې مالې ته به خبرې که نه چې د تا په پوستو کې په وریځو کې په دې کې شګې دي چې د خلکو سربازان شکایت لري بدبختانه مونږ ټول اکمالات زمونږ قراردادیان کوي او قراردادیان دی وزیر صاحب ورور ده دی رئیس صاحب ورور ده دی غو ورور ده دی په اصطلاح د مونږ د پارلمان د غړو ورور ده هغه د چا پروا نه لري چې چه ورکړې سرباز ته چه ورنه کړې په قصه کې هم نه ده ولې څوک حمایه کوي دا یو مونږ لویه بدبختي ده د یاشي په باره کې درته وایم د اکمالاتو په باره کې درته وایم کاشکې مونږ دغسې دیپوګانې درلودی لکه وخت چې مونږ درلودی بیزونه و چې د لسو د کلو دپاره دلته برزجات و مواد و همه چیز وجود درلودی او له همغه ولایت همغه ځای ته اکمالات کېده او خلکو ته ورسېده او تیار ورسره و اوس دا مشکل نه له دې نه باید مونږ انکار ونه کړو مونږ مشکلات اصلي همدا ده چې مونږ آزادانه لاس نه لرو وخت چې مونږ آزاد لاس نه لرو همیشه زمون قطات په مزیقه کې دي همیشه ناری کړي چې زمونږ مهمات خلاصوي د مونږ سلا کارانه ده دغه مشکل مونږ سره شته له دې نه باید مونږ سترګې پټې نه کړو تر هغې چې له دغسې وابستګۍ مونږ خلاص نه شو دغه مشکلات به وي دا یو دویم خبره څه چې مونږ دپاره مشکله خبره ده هغه دا ده چې وخت چې امریکا یوه ستراتیژي طرحه کوي چې دغه په ستراتیژي کې هېڅ تفاوت هم نشته هغه درو خبرې دي چې دوی په پاکستان باندې فشار راوړي زه درته وایم چې نه راوړي او په ژوند کې هم نه وایي تاسو ګورئ یو مثال به زه درته وایم اګر څه زه د یوه هم ولاکه طرفدار یم لس ورځې کېږي پښتانه په دغه کې چیغې او نارې وایي چې په مونږ ظلم ده ستم ده استبداد ده مګر یو امریکایي یو آواز نه دی جګړی یو انګلیس ونهلی چې دلته دا حقوق د بشر پایمال ده ولې په ایران کې یوه مظاهره اوسه تمام ورځې ایران د ستوني رانیولی ده ولی پاکستان ته نه وایي زمونږ په دې کې بدبختي اما مونږ څه کوو مونږ هر چا ته خوشبین یاستو پاکستان ته هم خوشبین یاست په مونږ ظلم کوي مونږ ورته خوشبین یاستو زمونږ بدبختي په همدې کې ده چې مونږ مستقلانه یو شی نه لرو دویمه خبره م درته کوم زمونږ د خلکو تشویش بالکل په ځای ده د وکیل صاحب څه څه ویلې زه ورسره موافق یم تاسې که اوس لاړ شئ چارایی دی مسود ده آلت به اوینی چی آلت نظامی حالت ده سرباز ولارده پولیس ولارده موتر ولارده ایم وی ولارده لارای دی خلکو بنده کرده چی شدی؟ به سفارت دی امریکا عمله کی پس دقیقا طول فعالتون دی نظامی یا در طول تلفات چی منگوار که دا به صفر ضرب دا طول دا دی بیل لاسه دی دا به صفر ضرب اجازه را که دا د خلکو درد د څه زه تاسو ته وایم دا د خلکو آواز د څه زه تاسو ته وایم دا خلک به له مونږ سره و مونږ زم د اطراف سره یم خلک د ما سره غږیږي بالکل غږیږي خلک حاضر دي د دولت ته راسي ورسره کومک وکړه مګر وایي دولت دې مونږ سره کومک نه کوي وایي چې مونږ طالب راځي برالا دې مونږ په قریه کې جلب ایزار کوي جلب ویزار برالا کوي که مونږ یوه خبره ورته وکړو طالب مونږ وزنی مګر دولت هلته هیڅ شی هم نه کوي
خلق دا تشويش نلري خلق دا نوايت دي مو فعال اردو فعالات نكي زدر تام تكي قهرماني ام كي او هر شرط ام كلي ده تشكر ما مگر دا قهرماني طول دي دا حالات ول فشار لاند رقلي تشكر تشكر دريم خبرم ختمون بيانك دويم ادا ده سي اي ادا زمنگ دولت زادم نظام پيوز لده پيو فکر ده يوي خاطر وان دا اي په فکر کې ده چې موږ باید دا جنگ ختم کړو او درې په یو اتفاق او کدی په فکر کې چې ماته چوکۍ راکه مقام راکه پیسې راکه ماته دا ځای راکه وخت چې داسې حالت دښمن لدې نه فوق العاده استفاده کوي تشکر مرخصه ډیره پاکستان هم تر کې دښمن هم تر کې راځي دل اخیرا یا دیروز بگویم وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که در واقع ناخوشنودی خود از مذاکراتی که قرار بود به عنوان برنامه ابتکار عمل برای بیفته از او اعلام کرد. در واقع آیا فکر میکنین که ما هنوز هم در میدان مذاکرات در واقع باخته هستیم و به یک نتیجه که بتونه وضعیت را به طرف خوب ببره نتونستیم موفق شیم بود؟ مذاکرات با کی؟ با پاکستان. مذاکرات با پاکستان اگر پاکستانی ها واقعا صادقانه با ما همکاری میکردن در زمان حکومت گذشته رئیس جمهور کرزی 21 بار به پاکستان سفر کرد و با اسناد و شواهد و همه را بر پاکستانی ها گذاشت که از این طرف از این نقطه بر ما عملات انتحاری صورت میگیره و اینه قدر جاها مرکز تربیوی تروریست هاست و این مدارس برای تروریست ها ساخته شده و تروریست ها از اینجا صادر میشه بر افغانستان. اما پاکستانی ها ایره گوش نکردن. یک. دو. در اوایل حکومت وحدت ملی یگانه کسی که برای پاکستانی ها چراغ سبز روشن کرد و نشان داد دکتر سیب اشرف غنی بود که روابط خود با پاکستان خوب ساخته. حتی پروتکل وردی ها یک بخش امنیتی را با اونا استخباراتی را امضا کردن. پاکستانی ها در هیچ وقت با ما صادقانه کار نکردین و صادقانه عمل نمیکنن. در اینجا پاکستانی ها هویتشان برای مردم افغانستان، لفظشان، قولشان برای حکومت افغانستان معلوم شده و برای ما معلوم است که پاکستانی ها هیچ وقت برای افغانستان صادق نیستن. البته مردم منظور ما از حکومت پاکستان است، نه از مردم پاکستان. مردم پاکستان یک روابط خوب با مردم افغانستان دارن، رفت آمد دارن، حتی بعضی معاملات هم صورت گرفته. در اینجا ما از جامعه بین المللی به خصوص از ایالات متحده امریکا که آمی افغانستان است و افغانستان میخواهد در افغانستان حضور داره و تروریستان میخواهد از بین ببره و به خاطر صلح ثبات آمده، وعده هایی که امریکا کرده باید فشار بالای پاکستان وارد بکنه 100%. و امریکایی ها میفهمند که لانه های تروریستی در کجاست. چند روز پیش رهبر طالبا، معاون رهبر طالبا در پاکستان از بین رفت. یک. دومی، امریکایی ها میفهمند که در کجای افغانستان لانه های تروریستی است، در کجاها میباشند. شما ببینید در زمانی که حکومت تیارهایش آمد، طالبا از کابل شکست کردن، موترهای آیلکس اونا را در پیش دروازهای وزیر اکبر خان مورد حمله قرار داد که حتی دروازه حویلی صدمه ندید. و ما حال از امریکایی ها میخواییم که وعده هایی که بر افغانستان کردن، یک، در مورد از این صادقانه باشن، فشارهایی را که بالای پاکستان وعده کردن وارد میکنن در این رابطه صادقانه باشن و ما را دیگه بعد از این در عینکای پاکستان نبینن. پاکستان به عنوان یک مرکز صادر کننده تروریسم با دنیا باید بشناسن و از دنیا ما خواهش میکنیم که باید پاکستانی ها را فشار بالایش وارد بکنن. تا زمانی که بالای پاکستان فشار وارد نشه و پاکستانی ها در یک چی بگویم یک انزوای سیاسی قرار نگیرن، در این وقت صلح در افغانستان حاکم نمیشه. یک. و دومی، در این عملات هوایی ما باید قوای امنیتی ما وزارت دفاع ما، وزارت داخلی ما که امروز تلفات بیشتر دارن، اینا باید اکمالات شوند. از قوای هوایی بیشتر بر از اینا استفاده شود، در عملیات ها استفاده شود، پایگاه دشمن مورد عملی هوایی قرار بگیره. تا زمانی که عملیات هوایی نباشه هیچ کاری کردن نمیتونیم و استخبارات ما را، ریاست عمومی امنیت ملی ما را تقویه کنن. راپورهایی که برشان میرسه باید با دسترس از اینا قرار بگیرن، بدن که تا جلوش گرفته شود. ما اگر بشنویم که از طریق سایت
سفارت امریکا پخش شده که جای زده میشه و این جای مورد حمله قرار میگیره، مردم هم در یک وحشت قرار میگیره، مشکلات هم پیدا میشه. باید استخبارات ما رو در جریان قرار بدن، از سامان و وسایلی که ضرورت است این اکمالات شد تقویه بکنن، ما استخبارات ریاست امنیت ملی ما تقویه شوه و در غیر از او تقویه میشه از حکومت افغانستان در اینجا مسئول است. جنرال هایی که باید در اینجا مردم های مسلکی هستند، مردم های کارکشته هستند، ارکان حرب هستند و جنگ دیده هستند، از تقاعد از اینا صرف نظر کنه. منظور ما از تمامش نیست، بسیار من جنرال های ورزیده و مجرب و ارکان حرب داریم، اونا را باید در وزارت دفاع جا به جای بکنه. کسایی که از استخبارات در خانه هایشان هستند از ریاست امنیت ملی، اونا را باید برن به وزارت ریاست امنیتی ملی جا به جا بکنن تا بتانن اینا جلو بشه بگیرن. در غیر از او اگر ما بتانیم بگیریم، یک دقیقه میخوای میر اجازه بدیم بخنم. که از مردمایی که نه اومدن تجربه به جنگ ندارن، تجربه به اداری ندارن، تجربه به استخبارات ندارن، تجربه تا به سوق اداره ندارن، اونا ما فکر میکنم که هر قدر عملیات ها انجام شوه بازم به دست اینا میاد و آخری نتیجهش هیچ میباشه. تشکر آقای رادمنش. قبلها قسمی بود که در زمستان تحرکات مخالفین مسلح دولت افغانستان کم میشد و در واقع زمان بود که پاکستان هم باز در به گفتگوهای صلح به نحوی باز میکرد و میانجیگری میکرد که با انتقادات هم مواجه میشدی وضعیت. اما در این زمستان برخلاف سالهای قبل تحرکات مخالفین مسلح دولت بسیار زیاد است و حتی اونا به دست به حملات خونین و کلان نیز میزنند که بسیار مهندس شده میباشند. با باور شما آیا دلیلش تنها بحث همی که زمستان گرم نامد و سرد نامد و می بوده یا ای که انگیزه فرق کرده، ساحه ای که اونا تجهیز میشن زیاد شده و یا ای که حمایت از اونا بیشتر شده؟ گپ دوم شما گپ بسیار منطقی است که استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان مصمم به این بودند که با در نظر داشته استراتژی که توسط ایالات متحده آمریکا و خاطر جنوب آسیا اعلان شده، اینها تحرکاتی را توسط گروه‌های دشت افغان در افغانستان به وجود بیارند که به آمریکا بگویند که اون با وجود ازی که شما سر ما فشار هم میارین باز هم در افغانستان تهدیدات زیادتر میشه و ایره میخواستن اینطور بگویند که گویا ما برای تحرکات بیشتر طالبا و یا گروه‌های دشت افغان دیگه سهیم نیستیم. به این واسطه بود که اینها را در زمستان نماندند که دوباره در پاکستان بروند و در این زمان مدرسه هایی که در پاکستان بود اینها را موظف ساختند که در پاکستان تغییر استراتژی ها باعث تشدید وضعیت زندگی به طرف منفیش است. بنابراین باید ما در افغانستان برای امریکا نشان بدیم که نه، این وضعیتی که شما در مورد منطقه بالای پاکستان به وجود آوردین این به معنای از این نیست که پاکستان در همه چیز دخیل است. این کار خود افغان هاست و این گروپ های تروریستی در داخل خود افغانستان است. اما ما در کنفرانس های بروکسل، وارسا، شیکاگو و کنفرانس های دیگه که هیئت رهبری وزارت دفاع اشتراک کردن توضیح دادن که خب شورای پیشاور در پیشاور است، میرامشاه در میرامشاه است، گردی جنگل در گردی جنگل و شورای کویته هم در کویته است. اینا چی وظیفه دارن در اونجا؟ اینا وظیفه ای را دارن که گروپای دهشت افغانی را از تمام دنیا در داخل پاکستان بیارن، در اونجا تسلیح و تجهیز بکنن، قاچاقهای سلاح را در اونجا در بازارهای آزاد که وجود داره ای را به اون شکلی که قبلا بود بیشتر از او تقویت بکنند و حتی یک شورا و یا یک کمیسیون را در خود کراچی به وجود آوردند که بتوانه زیادتر وسایل ارتباطی را تهیه بکنه و با این شوراها ارتباط داشته باشه و مستقیم اینا را از کشورهای عربی اکمالات بکنند و به همین شکل روابط را تأمین بکنند تا اینکه در افغانستان تهدیدات بیشتر شود. بنابراین وجود تحریم ها، استراتژی ها و آمادگی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و آمادگی های نظامی باعث این شد که پاکستان به نحو بخواهی که
پوش کنه گروپ های تروریستی را داخل افغانستان و وضعیت را به داخل خود افغانستان مرتبط بسازه، که امریکا قناعت بکنه که باید به داخل افغانستان متوجه باشد. تشکر. اما اساسا همه فشارها، همه گروپ ها، همه چیزهایی که برای تهدیدات در افغانستان رول داره در داخل پاکستان سازماندهی میشه و این سازماندهی باعث شد که زمستان با تهدیدات بیشتر داشته باشه و ما هم در مقابل با تهدیدات با پلان های منظمی که ساختیم توانستیم چندین جاره از گروپ های داشتن تصفیه بکنید. اما خیل صاحب په اوسنی وضعیت کې څه فکر کوئ دغه سیستم وایم نوم کې سیستم کې دغه پروسه چې په لار اچول شوې ده، چې مثلا مونږ باید د افغانستان دولت مسلم مخالفین باید په د جګړې په میدان کې وځپو او د سولې په حق لم تر اوسه پورې د سیخ شین څراغ ښودل سوی نه دي لخوا. دغه وضعیت چې مخکې اچول شوی دغه سیستم یا پروسه چې مخکې اچول شوی دی، دا کوای سي مونږ سولې ته ورسی یا حداقل هغه د تهدیدات لوړه کچه کما کندی؟ اول خود سولی په باره کې اسم غږیږه لپاره دیدی چې طالب تر اوسه دې ته حاضر سوی نه ده. طالب تر اوسه داسې ضربه نه ده لیدلې قوي چې دی ووایي زه سوله کوم. دا یوه خبره. دویم دې ته بادار قوي ضربه لیدلې نه ده. بالکل. دویم دې ته بادار چې هغه پاکستان دی هر څوک څه ده هغه دی سولې ته پرېږدي هم نه. تاسو څو مده مخکې ولیدئ چې له قطر نه طالب را وغوښته او هغه ته هدایت ورکړه چې د سولې خبرې به نه کوي او خپل جګړې ته دوام ورکړي او سوار یې هم کړه. یو شی موږ له یاده باسو متاسفانه چې موږ باندې دغسې بدبختۍ راځي. چیرې څه کنفرانس کېږي، کله چې یو طرحه مابین ته راځي، کله چې یو ستراتیژي مابین ته راځي، دا څو کلو کې تجربه خودلې ده چې موږ غافل ولې دښمن هوښیار. په همغه وخت کې دوی یوه ضربه واردوي او قوي ترینه ضربه واردوي. رحماني صاحب دلته شته. د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې کله به یو کنفرانس جوړېده نو موږ به لس شپې پنځلس شپې شل شپې مخکې اظهارات مقابلې معربوي درلوده چې دلته کومه واقعه ونیسي او پس له هغه نه هم دا خبره وه. ولی منگه تروس پری همیشه که یو کنفرانس په کابل کې وسی سبات یا مخکې لغنه یا سبات دښمن په منگه حمله کړی ده او موږ ورته اظهارات نه دي نیولي. دا خو نتیجه ده څوک یې نیسی ولی دویمه خبره کوم درته، پاکستان په دې متیقن سه چې امریکا شعار ورکوي نه عمل کوي. بلکل په دې متیقن سو، موږ په دې باندې متیقن یو چې دا د ترامپ ستراتیژي به واقعا سبا په پاکستان باندې یو فشار راولي، ولې غود یې دا احساس ونه کړ. او له همدې خاطره طالب په دوو ګروپو وویش. یو ګروپ یې چې هغه ډېر ضروري و د دې دپاره لاړه پاکستان اوس هم ترینینګ کوي، اوس هم اکمالات کوي د پسرلي له خاطره، او یو ګروپ یې دلته د جګړې دپاره پرېښود چې دوی شدیدترین حملې باید وکړه چې دا د زموږ قوتونه همیشه متوجه دې ته سي چې ولا دښمن کله دلته ده کله هلته ده کله هلته ده پسې روان سي. دا د دوی تکتیک ده او دا د دوی کار کړی ده او اوس هم کوي. اوس نو خبره اساسي چې پیشتر تاسې وکړلې سوله مربوط په امریکا ده. که چېرته امریکا وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي سبا سوله راشي. ایا پاکستان دومره غختلای ده چې تر اوسه پورې اوس چې د افغانستان حکومت وایي چې موږ سوله به د جګړې په ډګرونو کې ګورو، یعنی در واقع اوسه ګرځو، په اوسنی وضعیت کې دغه کړنلاره تاسو څومره مسرح کړئ؟ تاسو ګورئ جګړه یو خصلت لري، همیشه یو خصلت ده. هغه خصلت دا ده چې ته به جګړه کوې دا قانون د نظامی د پاره وای نظامیانو تاسو به وهی نور خبرې د سیاسي نو کار ده. زمون نظامیان باید وهی جګړه وکا، مگر زمون سیاست مداران زمون مشران هغه باید په خپل مملکت داسې لار ولټی چې د سولې لارې واقع. تشکر.
دادی قو وظیفه ده دی نظامی وظیفه داده ده چه سوله او که یه ده سوله خبری او که ده زدر توه نظامی وای چه زی نظامی هم زما وظیفه دی دخمن قلع و قمل بین ولدی تشکر او دایی پا هم ده خاطر وای تکتیک ده خبر قاطعی که چه وای تی و ها سیاسیان پیگی کار پیگی تشکر او دی ده او کار ده ولی متاسفانه من بده سیاست مدار لکومکو چه دغه واجی وکوری چه بزایی تشکر تشکر صدیقی صاحب میخوایم بحث جنبندی بکنم با شما در واقع آن چه که بر شما وضعیت موجود نشان میده چی است؟ پالیسی که به پیش رو گرفته شده ای که ما باید صلح در میادین جنگ جستجو بکنیم زدودن و قل و قدم دشمن با ای و او طرف با تجربه که گفتگوهای صلح نتیجه نمیده و نه طالب چراغ سبز نشان میده و نه پاکستان متحد است فکر میکنین که ما با همی شیوه بتانیم برسیم و در واقع اگر بس انتخاب بگذاریم سطح تهدیدات پایین شوه و مردم اندکی در ثبات زندگی بکنن؟ در قدم اول وحدت ملی برای ما ضروری است که وحدت ملی را قطعا نداریم وحدت ملی باید از ریاست جمهوری تمثیل شوه بر بیرون بر مردم افغانستان یک رئیس جمهور از احساسات از برخوردهای سلیقوی مقرری های سلیقویش باید بگذرن دو سه فشار بالای از ما باید به جامعه این پیشنهاد اسنادی را که بر پاکستان برده بودیم بر پاکستان نمی بردیم این را به شورای امنیت سازمان ملل متحد می بردیم و در سازمان ملل متحد ما سفیر داشتیم باید چیغ دنیا را می گرفت که عملات پاکستان انجام شده از طریق سازمان ملل متحد و از طریق امریکایی و امریکایی ها باید فشار بالای پاکستان وارد بکنن حملات بیشتر شود بالای پاکستان بالای طالب ها هر ولایت باید ما تصویه بکنیم پاکسازی بکنیم و در نگهبانی از او هم یکی خود صلح هست یکی ثبات هست صلح را که آوردیم ثبات هم در اونجا را باید مستقر بسازیم بعد از این میتونیم که ما دسترسی به صلح هم پیدا بکنیم و جلو عملات هم بگیریم و طالب هم آماده شوند برای صلح پاکستانی هم چراغ سبز نشان بدن در غیر از او اگر ما وحدت ملی نداشته باشیم برخوردهای سلیقوی باشه از جنرال های کار کشته ما کار گرفته نشه و در سازمان ملل متحد در سیاست خارجی ما ضعیف باشیم اینمی عملات است هر روز این مردم است و تلفات است دیگر کنیم تشکر مهمانان عزیز از اینکه به بحث تشریف آوردین که اجازه دید آخری خبره ده اقدا ده سیزه در خپل حکومت توایم در خپل مشران توایم چه تاسیم دید طالب تبلیغ لانده را غلی استی دا چه خبره ده چه ده ناری و ایچوک وای پشاری نو بانده عمله ده او تاسیم په فیسبوک کې نیوشته کوي څوک وایي پلاني ځای باید کړل دښمن خدا عادت ده دته جنرال صاحب ناست دی ما په څنګ کې په جګړه کې واضح ترین خبر داده چې تبلیغ نسبت مرمۍ ته قوي تره ده نن ورځ د هغو تر تبلیغ باندې دومره موږ راغلي یاستو چې زموږ خلک په فیسبوکو کې نیوشته کوي چې په سفارت د امریکا حمله ده په شارینه حمله ده او خلک په ښار د کابل کې په دحدې راغلي چې له کوره اوس نه وځي او د دې تبلیغ په مقابل کې دوی قرار میدي دوی پراته دي او هېڅ خبر هم نه کوي تشکر مهمانان عزیز به بس تشریف آوردین سپاس از شما نیز که تا این دم برنامه بازنگار دنبال کردین تا فرصت و دیدار دیگر خدا نگهدار شما باشه